بینندگان عزیز، برنامه را با دو خبر کوتاه ادامه می دهیم. حمله و سردادن شعار مقابل بعثه آیت الله العظمی شیرازی در ایام اربعین و مقر مجموع رسانه‌ای امام حسین علیه السلام مجدداً خبرساز شده است. در حالی که میلیون ها دلداده حضرت سید الشهدا علیه السلام از اقصی نقاط جهان برای شرکت در زیارت اربعین به شهر مقدس کربلا مشرف شدند، برخی افراد تحریک شده از سوی حکومت ها سعی در تفرقه افکنی در زیارت می کنند. سردادن لبک برای نام های فانی و چهره های سیاسی به جای شعار لبک یا حسین و دعا برای فرج که از شعارهای معمول این زیارت میلیونی است، واکنش های فراوانی را بین فعالان مذهبی و زائران به دنبال داشته است. انستیتو صلح ایالات متحده در گزارشی به مناسبت سومین سالگرد حاکمیت طالبان در افغانستان گفته است که در این مدت در رفتار طالبان هیچ تغییری به وجود نیامده است. در این گزارش وضعیت موجود نگران کننده خوانده شده است. این انستیتو اعلام کرده که در سال جاری و آینده میلادی بسیاری از مردم افغانستان به دلیل بیکاری گسترده، از دست دادن معیشت و فقر به کمک‌های بشردوستانه وابسته خواهند بود. این نهاد تحقیقاتی آمریکا هشدار داده که با توجه به تعداد محدود فرصت‌های شغلی، شهروندان افغانستان با آینده‌ای تاریک مواجه هستند.